امروز دوشنبه حرم مطهر حسینی و عباسی آمادگی خود را برای خدمت به خیل عزاداران شرکت کننده در مراسم تشییع نمادین پیکر شهدای کربلا اعلام کرد. در همین حال عبدالامیر طاها رئیس اداره روابط عمومی حرم مطهر حسینی در بیانیه ای که نسخه ای از آن به دست خبرگزاری اخبار شیعه رسید گفت حرم مطهر خود را برای مناسبت که فردا سه شنبه 13 محرم الحرام برگزار می شود آماده می کند. شایان ذکر است بسیاری از موکب‌های حسینی از مردم شهر مقدس کربلا خود را برای برپذیرایی از جمعیت عزادار و ارائه خدمات لازم به زوار حسینی در مراسم آیین تدفین نمادین شهدای کربلا توسط قبیله بنی اسد آماده ساختند. گفتنی است این مراسم هر سال شاهد حضور گسترده طوایف دیگر عراقی نیز می باشد. دولت پاکستان امروز دوشنبه از موفقیت برنامه‌های خود برای بزرگداشت عاشورای امام حسین علیه السلام که در آرامش کامل در سراسر کشور برگزار شد خبر داد. رسانه‌های پاکستانی و به دنبال آن خبرگزاری اخبار شیعه اعلام کردند راهپیمایی‌های عاشورا در تمام نقاط این کشور و شهرهای مختلف پاکستان به صورت مسالمت‌آمیز و در کمال آرامش و امنیت برگزار شد. گفتنی است دسته‌های عزاداری حسینی در مکان‌هایی از پیش تعیین شده برای برگزاری و همچنین برپایی مراسم شام غریبان به عزاداری پرداختند. رسانه‌های پاکستانی ابراز داشتند دولت پاکستان تلاش‌های خود را برای احیای مراسم تعزیه و تسهیل حرکت دسته‌های عزاداری به ویژه مراسم‌های مهمی که در استان‌های مختلف برگزار می‌شود بسیج کرده است. همچنین دولت یک اتاق کنترل مرکزی را برای نظارت دقیق موکب‌ها و حفاظت لازم از آنها را تشکیل داده است. در جریان حمله سنی‌های تندروی داعش به مقر نیروهای امنیتی و نظامی در سینای مصر 4 کشته و 21 زخمی شدند. سنی‌های تندروی داعش به دنبال شکست در برخی از کشورهای منطقه مانند سوریه و عراق در سالهای اخیر به دیگر کشورهای منطقه از جمله شمال آفریقا فرار کرده و موجب ناامن شدن این کشورها شدند. گفتنی است فعالیت گروه‌های تروریستی در سینای شمالی متمرکز است، اما این گروه‌ها گاهی حملاتی را در مرکز و جنوب سینا و یا دیگر شهرهای مصر انجام می‌دهند. حرم مطهر حسینی از حضور پزشکان و کادرهای مختلف پزشکی به عنوان داوطلب در بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی سراسر شهر مقدس کربلا برای خدمت رسانی به زائران امام حسین علیه السلام در روز عاشورا خبر داد. دکتر حیدر العابدی رئیس سازمان بهداشت و درمان آموزش پزشکی عتبه حسینی در بیانیه ای گفت تیم پزشکی متشکل از 100 نفر شامل 32 پزشک متخصص و سایر کادر پزشکی و متخصصان در روز عاشورا برای ارائه خدمات به زائران حسینی به کادرهای بهداشتی و درمانی ما مستقر در نزدیکی حرم مطهر حسینی پیوستند. شایان ذکر است که خدمت داوطلبان به زائرین امام حسین علیه السلام به خدمات پزشکی و بهداشتی محدود نبود، بلکه شامل موکب‌های خدماتی و دیگری نیز می‌شد که از کشورهای مختلف اسلامی و خارجی و از ملیت‌های مختلف آمدند و به زوار ابا عبدالله علیه السلام خدمت کردند. دادستان‌های پیشین افغانستان که در پی تحولات اخیر به پاکستان رفتند با اشاره به شرایط زندگی ناگوار در این کشور می‌گویند در برزخ زندگی می‌کنند. سازمان بین‌المللی عدالت انتقالی و صلح با همکاری انجمن وکلای دادگستری در آمریکا، انجمن بین‌المللی دادستان‌ها، انجمن دادستان‌های افغانستان و شماری از نهادهای دیگر کمپینی را برای نجات و انتقال دادستان‌های افغانستان آغاز کرده است. بماراین رئیس سازمان بین‌المللی عدالت انتقالی و صلح مدعی شده است
قدرت‌گیری طالبان و آزادی جنایتکاران از زندان‌ها خطرات جدی را برای دادستان‌های افغانستان به وجود آورده است. شورای توسعه و کادر و منابع انسانی سازمان محمدی اندونزی برنامه با هوش مصنوعی برای یادگیری تلاوت قرآن کریم راه اندازی کرده است. به گفته فیض رافضی، رئیس دانشگاه محمدی ساین، برنامه قرآن مو که با همکاری شورای توسعه کاد و منابع انسانی محمدی راه اندازی شده، نیاز مردم به یادگیری تلاوت قرآن را برطرف می کند. برنامه قرآن مو برای کمک به مردم جهت یادگیری تلاوت قرآن طراحی شده و از هوش مصنوعی برای ارائه راهنمایی در مورد تلفظ و تجوید قواعد تلاوت استفاده می کند. فیض گفت انتظار می رود قرآن مو دعوت اسلامی را مطابق با تحولات معاصر پیش ببرد. پژوهشگران دانشگاه ویرجینیا در بررسی جدید خود نشان دادند که حساسیت به نور بر شدت بیماری آلزایمر و پیشروی آن تأثیر می‌گذارد. به گزارش نوروساینس نیوز، یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که اثر حساسیت به نور در بیماران مبتلا به آلزایمر و تبدیل شدن آن به مشکل سندروم غروب آفتاب ممکن است به بدتر شدن علائم در اواخر روز و اختلالات خواب منجر شود و پیشروی بیماری را به دنبال داشته باشد. این درک جدید در مورد اثر اختلالات ساعت بیولوژیکی بر آلزایمر میتواند به ایجاد درمانها و مدیریت علائم بیماری کمک کند. بدین ترتیب شاید نور درمانی بتواند الگوهای نامنظم خواب را تنظیم کند. پروتئین موجود در شیر گاو به طور قابل توجهی بهبود زخم را تسریع میکند. به گزارش STD، بر اساس مطالعه جدید، محققان دانشگاه کالج لندن باندهای آمیخته با کازئین، پروتئینی که در شیر گاو یافت می شود، به طور قابل توجهی بهبود زخم را در موشها بهبود بخشید. این تحقیق که به تازگی در مجله اینترفیس منتشر شده است، اولین آزمایشی است که فواید درمانی کازئین را در یک مدل حیوانی ارزیابی می کند. گفتنی است این یافته‌های دلگرمی کننده نشان می‌دهد که کازئین یک ماده محروم به صرفه و در دسترس با ویژگی‌های ضد میکروبی پتانسیل جایگزینی با مواد گران‌تر مانند نقره را در پانسمان‌های زخم دارد.